فشار بیارم، بیاد با هم بکنیم، بیاد این مملکت نجات بدیم. یه کار ملی، سازمان سیاسی هم نمیدونم، اسم بخواد سیاسی بزنه هر چیز، یه سازمان نجات ملی. ملت ایران نجداره، میره ملت ایران از دست، بیاد کمکشون کنیم. تاله شنیدید به مرد تو زندان بگن شب عروس میشی؟ و من شما که میگیم ما مردمان با غیرت هستیم واسیم نگاه کنیم، من که نمیتونم نگاه کنم، من که نمیتونم، شما میتونید، خوشا به غیرتتون. سلام عرض کردم. سلام عرض کردم. سلام جان، حال شما خوبه؟ مخلصم قربونتون برم. درود بر شما. من خیلی افتخار میکنم اولین بار دارم با شما صحبت میکنم جان. واقعا خیلی خوشحال هستم که به حال تونستم بعد از مدتی، من هر روز تا جایی که بتونم برنامه شما نگاه میدم. امروز هم روز بری داشتید و همیشه دوست داشتم شما رو در کالیفرنیا کنار سه نفر وطن پرست در یک برنامه ببینم، که واقعا شما هر نظری و هر چیزی که میگویید واقعا درست هستش. من یک دو نکته رو میتونم جمع بگم؟ صد درصد استاد بفرمایید. ممنون. ببینین خیلی من عذر میخوام، الان مسئله بزرگی که هستش این باز شعار نیست جناب دلدار. ببینین ما ایرانی ها فکر میکنیم که به موقعی که یک کشوری حمله میکنه با توپ تانک و اون کشور رو میگیره، فقط اون گرفتن کشور با تانک و توپ و ارتش اینا هستش، ولی نمیدونیم، ما هنوز نمیتونیم متوجه بشیم که با توطئه حالا کشور اروپایی مثل انگلیس، تاتاریا و مغولا و بربریا رو با یک توطئه وارد کشور ما کردن، کشور ما رو گرفتن، و تا نتونیم اون از بیرون از کشور به بچهای ایران اتحاد، به قول شما سازمانی که به اینا بیشتر اطلاعات بدیم که کشور ما اشغال شده و دلیل نیست که یک کشور دیگه بیاد اون کشور با تاپ تو کتاین بگیره، ولی این باید قبول بکنن و مردم که خارج از کشور هستن باید بدونن. من همسرم خونه نیستش، باهایی هستش و همون صحبت میکردم در این قضیه این چی هستش، میگه یه حرفی زد که من ساکت کرد، گفت ببین با خداشون دارن چیکار میکنن و با جوانا دارن چیکار میکنن دیگه، ببین با ما دارن چیکار میکنن. وقتی که اتحادی نمیبینن و کسی از بیرون اینا رو سازماندهی نمیده، برای همون این اتفاقات میفته و اینا هم دارن روز به روز یعنی کردن و دارن میکنن، دارن دشمناشون دارن که میدن که اصلا داخل کشور دارن اینجوری از بین میبرن. فقط مجسم و حرفایی که شما دارید من گوش دارم میدم، فقط ببینید با چند میلیارد دلار پول چه امید اون ملت تو داخل کشور میگیرن که ببینن یه به قول شما یه سازمانی در خارج از کشور هست که داره ساپورتشون میکنه. فقط ببین با چند میلیارد دلار پول، با چند میلیارد. جناب اصلا میگم من شما رو انقدر دوست دارم و به صحبت شما نمیدونم، شما تا حالا یک کلمه از موقعی که من برنامه شما نگاه یک اشتباه نگفتین، یعنی هر چی گفتین اگر که گوش بکنم، من دوست داشتم شما را خیلی مثلا حقیقتتون با این اشخاص فرق بکنه، دوست داشتم در یک برنامه در کنار آقای مخفی، در کنار آقای وطنخواه، در کنار بانوس صفایی اینا رو ببینین بشینین و این به حساب این سازمان رو اینو انجام بدین، چون فقط تو این تمام برنامه‌ای که من ببینم فقط 3-4 نفر وطن پرست و زندگیشون رو گذاشتن و دارن خودشون از بین میبرن شما هستید، میدونین؟ و نمیدونم حالا اگر عقیده من گوش والا من با هر وطن پرستم البته به جان شما آدمایی که اولی که اسمش نشدم چی فرمودید دومی سومی بیژن موهی که هستن که در برنامه الان کانال وان برنامه دارن نمیشتم، دومی خانم بانوز که صفایی در کانال آریا هستن، آقای وطن خواه و جرادوپ سکوی هم که میشنسیم مال کانال آریا مره هست، آقای سکوی رو اسمش نشد، ولی چون وطن پرست هستی موضوع از بین بردن این مغولا و تاتاری هستن، کشور ما رو گرفتن و دارن جوان ما رو دیگه کار به تجاوز کشیده. بله بله متاسفانه. وقتی که یک آقای میگه که وارد اتاق شدن ست پاسدار میگن وارد اتاق عبادت خوش آمدی و بهش تجاوز میکنن، یعنی چی؟ اصلا شما نمیدونید این چی، نگاه کنید اصلا باور کردنی نیست. میگن که شب روزی که میگن شب میخوام به مرد تجاوز کنم، از صبح جلوی دوستاش بهش میگن که امشب میخوای عروس بشی. آخه مجسم بکنید شما مجسم خودتون تو اون زندان مجسم کنید در مقابل این دشخیمای بی شرافت بی همه کس
من هیچ وقت واقعا اینجوری دهنم باز نکردم به شما بگم شب بگم آقا میخوام ترتیبت بدیم و شما چجوری من سید نگاه میکنید من چجوری من چونم واسم نگاه کنم من نمیتونم نگاه کنم این مملکت دیگه به سقوط رسیده میگفتم یک شما آخری گفته که من معمولا دختر 11 ساله دوست دارم و من میدونم تو دختر 11 ساله داری دیگه ببینی اینا چقدر خب دیگه اینا رو دیگه نمیتونی این مملکت داره وارد یه سقوط وحشتناک اخلاقی میشه آقا یه کاری بکنید دیگه دیگه بس آقا من چی کارتون کنم چونم من شما خیلی قبول دارم و اگر که شما سرلشکر تیمسار روحانی قبول دارید و به جون شما به جان خودم این آقایونی که شما فرمودید خانم فقط یه دفعه تصویرش دیدم من تا حالا هیچ کدوم این آقایون رو ندیدم برنامه‌شون رو ندیدم یک نفر رو و اینکه اسمشون رو شنیدم آقای روحانی رو شنیدم ایشون این سازمان رو دارن تشکیل میدن و به حساب این تلفنشون هم هستش اگر دوست داشتید یک تماس بگیرید سوال کنید و اگر دیدین این نظر خوب هستش میتونید به مردم اعلام بکنید و به نظر من چون من یعنی ما کانادا هستیم زیاد اونجا نیستیم ولی میگم اگر دوست داشتید این تلفن رو یادداشت بکنید اگر مایل هستید 949 بله 644 بله 21 22 26 خیلی ممنون از شما خیلی وطن پرست مخلص شما هستم من نه قومیت شما هستم که مردم فکر کنم به شما تماس کردم ولی در تورنتو بچه‌هایی که خانواده‌ای که نگاه میکنن و شما رو خیلی قبول دارن و میگم به خاطر که شما با اثر به نفس کاملی صحبت میکنیم و از یعنی به قول معروف با کسی هم رو درواسی نه اصلا قربونتون بینندگان و ایرانیای به حساب وطن پرست اینو میخوان نه به قول معروف ببینن که داره قابلمه در کنار میفروشه یکی دیگه داره کار دیگه میکنه متوجه هستی من خیلی عذر میخوام اینجوری عامیانه صحبت کردم ولی اگر که این سازمان رو شما تایید میکنی و خیلی‌ها دارن انجام میدن این همین چیزی هست که شما گفتین و به کمک ایرانی ها و یعنی اگر که به قول معروف که من میدونم کمک میکنن هیچ چیزی باشه بس. شاید بتونم بچه های ایرانی که دارن اونجا انجام سازماندهی بدن که چجوری به قول خانومی که در دلش تماس گرفت بتونن در مقابل اینا مبارزه بکنن یعنی و یا بدبخت های گشنن یا دست خالی هستن یک دانی من همه از این قربون دارم یک ملیار بیام بیرون من قربون تو برم افتخار میگم با شما تماس کردم اینشالله که همیشه موفق باشید قربون تو برم مرسی ببینید من آقای روحانی شنیدم 24 ماه یه سال پیش دمایشون زیاد شنیدم دیگه ازشون خبر سوال تازگی چیزی نشیدم اون دوتا آقایونی خب آقای سکوری اسمش شنیدم میدونم که برنامه حساب تلویزیون هستن یه دفعه $500 کمک کردن پرچم گرفتیم ولی برنامه‌شون ندیدم ندیدمشون اون آقای وطن‌خوارم آقای وطن‌خوارم ندیدم ببخشید نه اینکه چیز خیلی من خیلی یارو ندیدم خودم فقط مثل که ظاهرا دارم میبینم گرفتارم خیلی گرفتارم ببینید قربونتون برم من یه چیزی میخوام طوفان یه چیزی شهاب میخوام یه چیزی میخوام یه بولدوزری میخوام عزیز من که این بولدوزره یه اختراع تازه باشه یک حرکت تازه باشه یه چیزی باشه که جلوش نشه دوون بیاریم یه آدمایی میخوایم که میفرمایید که هیچی به اصطلاح بغل چیزی کاری ندارم حرفام بیرو در آقا شما وقتی زندگیتو بذاری زندگیت همه زندگیتو مالی جونی بذاری که از کسی حساب کتاب نداری که آقا جو من جونم گشتم این وسط مثلا کی بترسه مثلا باهایی که از من بدش بیاد یه یهودیه یا مسلمونه یا زردشتیه یا مسیحیه نه انصاف هم دارم گفتم آقا تمام اینا من از اینا من هیچ خیری ندیدم هم میگن جامعه برای خودشون گفتم اونجا وسط عصبانه و یه حواس هم هست گفتم فقط این آسوریا آره یه کمکی به این تلویزیون کردن چون هفته یک دو سه از این تو آسوریا من چیزتر ندیدم نسبت به تلویزیون آپادا نسبت به مبارزه حداقل دیدم یه کاری برنامه‌ای دارن بقیه رو من هیچی ازشون ندیدم توقعشون هم قربونتون بره طبق ولی خوشبختانه چون من به هیچ کی نیاز ندارم که بگم آقا اینا این کارو کن با هم گنگ بشن پول به من ندن آگهی به من برای من قطع میشه خب این لس آنجلس این حرفا هست ببخش این حرفا رو میزنم ولی هست جرأت ندارم به این کامیونیتی ها حرف بزنم جرأت ندارم یه بالا چشم ابروه چون آگهیشو قطع میشه تلویزیون قطعه ولی من که از اینا نمیترسم که همون کی که از خمینی و خامنه ای نمیترسم از جمهوری اسلامی نمیترسم از این چیزای مذهبی هم نمیترسم حرفمو میزنم میگم ما ایرانی هستیم
اول دعوام اینی که آقا مسئله بذارید کنار.